پس از انتشار ویدیوها و تصاویر قاچاق گندم از طریق سپین بلدک کندهار در شبکه های اجتماعی، امارت اسلامی صادر گندم از کشور را ممنوع کرده است. وزارت زراعت و مالداری دلیل منع صادرات گندم را خودکفا نبودن کشور در زمینه غلجات می دانند. وزارت مالیه نیز از تمامی گمرکات خواسته که جلو صدور گندم به پاکستان را چی از راه رسمی و یا قاچاق باشد بگیرند. به گفته وزارت زراعت و مالداری، افغانستان سالانه به 6.5 میلیون تن گندم نیاز دارد، در حالی که تولیدات داخلی کشور به 4 میلیون تن میرسد. زراعت وزارت و کارنتین سنترو تو پر بنادی رو باندی و دغه رقم د سرحدي ځواکونو سره د مسؤلینو سره د وزیر صاحب رابطې او ملاقاتونه سوي دي. دوی ټولو ته هدایت کړی دی چې د غنمو صادرات بند کړي. او دویم د مالی محترم وزیر صاحب هغه هم په دې برخه کې ټولو ګمرکاتو ته او کمیساریو ته هدایت کړی دی چې دا شی بند کړي او دا به انشاءالله بند سي. مسئولین اتاق زراعت و مالداری افغانستان نیز از این اقدام وزارت مالیه و امارت اسلامی استقبال کردند و افزودند که در کنار گندم باید جلو قاچاق تمام مواد خام به خارج از کشور گرفته شود. په اوسنی شرایط که موږ خپل ډیر ستونزې لرو، یو بوری غنم یو بوری وړه 2500 روپۍ دي، باید موږ خپل هم د اوس نور ملکو ته احتیاج یاستو چې موږ ته صادرات وکړي، موږ ته واردات وکړو ورنه. مګر متاسفانه یا قاچاق یا صادرات په اوسنی شرایطو کې د غنمو په مخ کې نه لازم ده. او دلته هغه سکتورونه هغه تاجران دي چې خپله ډیر غټ سرمایه گذاری کړې ده، باید هغوی ته د کور په دننه کې موږ هم پروسس کوی شو، هم بسته بندي کوی شو. آگاهان اقتصادی همچنین میگویند که ممنوعیت صادرات گندم کشور در مدیریت اقتصاد ملی و توسعه تولیدات داخلی کشور ضروری است.